خودسوزی مهدی مسکین نواز در زندان بازداشت یکی از عمرای داعش خراسان توسط اطلاعات سپاه تشکیل گروه های مداخله در دانشگاه ها جهت فشار بر دانشجویان بینندگان شبکه جهانی کانال یک درود و وقت بخیر امروز جمعه 29 همه دیما به این بخش خبری همراه با من مونا خوش آمدید وزارت اطلاعات ایران میگوید یکی از عمرای دایش خراسان را بازداشت کرده است وزارت اطلاعات ایران در سومین اطلاعیه خود در خصوص انفجارهای شهر کرمان مدعی شده است که یکی از عمرای داعش خراسان را بازداشت کرده است در این اطلاعیه همچنین آمده است که تعدادی از سرکردگان داعشی دستگیر شدهاند این نهاد امنیتی میگوید پس از انفجارهای کرمان و در ادامه جمعوری های گسترده اطلاعاتی و تدابیر امنیتی در داخل و خارج از کشور اطلاعات قابل توجهی از لایه های دخیل در طراحی و اجرای این انفجارها به دست آمده که در نتیجه تعداد دیگری از عناصر مرتبط با واقعه مذکور در سطوح برخی سرکردگان گروهک مزدور داعش تا دا عوامل عملیاتی و از اطباع چند کشور شناسایی بازداشت و به بازداشتگاه کشور منتقل شدند وزارت اطلاعات ایران میگوید که یکی از سرکردگان داعشی به نام محمد عمران تنبیر با نام مستعار ابو عمران را بازداشت کرده و مدعی است که از عمرای داعش موسوم به ولایت خراسان است در این اطلاعیه بدون نام بردن گفته شده که یکی دیگر از امیران داعش با نام مستعار محتاب نیز بازداشت شده که از عوامل مرتبط با عبدالله تاجیکی سازنده بمب‌های انفجار کرمان بوده است در دو انفجار در چهارمین مراسم سالگرد قاسم سلیمانی در سیزدهم دیما در شهر کرمان بیش از 90 نفر کشته شدند. گروه موسوم به دولت اسلامی چند روز پس از این حملات با پذیرفتن مسئولیت دو انفجار آن را ادامه کارزار خود علیه شیعیان اعلام کرد. این گروه در بیانیه خود به اینکه این عملیات را داعش افغانستان انجام داده اشاره نکرده است. حوسی ها وعده ای امنیت کشتیرانی در دریای سرخ را به روسیه و چین دادند یک مقام ارشد حوسی های تحت حمایت جمهوری اسلامی وعده داد که این گروه مسیر امنی را برای عبور کشتی های روسیه و چین از دریای سرخ زمانت خواهد کرد به گزارش خبرگزاری فرانسه با اعلام این موضوع در مصاحبه با نشریه روسی ایزوستیا که روز جمعه 29 دی منتشر شد تاکید کرد که آبهای اطراف یمن که برخی شرکت‌های کشیرانی به دلیل حملات مداوم حوثی از آن اشتراب می‌کنند تا زمانی که کشتی‌ها به برخی کشورها تعلق نداشته باشند ایمن هستند اشاره او به کشور اسرائیل بود که حوثی‌ها گفتند در حمایت از گروه شبه نظامی حماس در غزه به این حملات دست زدند. حوسی ها بامداد با روز جمعه مسئولیت حمله به یک کشتی آمریکایی را بر عهده گرفتند. پیشتر ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنت کام در بیانیه ای اعلام کرده بود که نیروهایش موشک های ضد کشتی تروریست های حوسی را منهدم کردند. سنت کام گفت نیروهای این فرماندهی حملاتی را به دو موشک ضد کشتی حوسی ها انجام دادند که به سمت دریای سرخ جنوبی هدف قرار گرفته و آماده پرتاب بودند. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه 27 دی اعلام کرد که گروه انصارالله که گروه حوثی ها نیز نامیده می شود سی روز دیگر به عنوان یک گروه تروریستی بین المللی در فهرست سازمان های تروریستی آمریکا قرار خواهد گرفت. او گفت که این تصمیم در واکنش به حملات حوثی به کشیهای تجاری در مسیرهای بین المللی در دریای سرخ و خلیج عدن و همچنین به نیروهای نظامی مستقر در این منطقه برای دفاع از ایمنی و امنیت کشیرانی اتخاذ شده است. آمریکا اخیرا اعلام کرد تسلیحات ساخت ایران برای حوثی را از یک شناور کشف و توقیف کرد.

برگشتیم و با چند خبر کوتاه همراه شما خواهیم بود مهدی مسکی نواز به دلیل قطع شدن ارتباط با دخترش در بیرون از زندان توسط نهادهای جمهوری اسلامی اقدام به خودسوزی کرد بر اساس گزارش‌های منتشر شده در شبکه های اجتماعی مهدی مسکی نواز زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین به دلیل قطع ارتباط با تنها دختر نوجوان خود که در شرایط سخت و نامناسبی در خارج از زندان به سر میبرد اقدام به خودسوزی کرده است که گفته می شود با ریختن دیگه آب جوش به روی خود و دچار سوختگی درجه دو شده و به بیرون از زندان انتقال یافته است گزارش ها حاکی از پیگیری خانواده وی می باشد گفتن است که نهادهای امنیتی رژیم جمهوری اسلامی پیشتر علیه دختر نوجوان این زندانی سیاسی پرونده کرده بودند که این خود شیبه دیرینه یه. جمهوری اسلامی برای اهرام فشار بر مخالفان خود است مهدی مسکی نواز چندی پیش دوباره توسط شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست عباس علی حوزان و خسرو خلیلی مهدی رجی در مجموع به یازده سال حبس تذیری دو سال منع خروج از کشور دو سال منع اقامت در تهران و استانهای همجوار محکوم شده است در حالی که وی دوران محکومیت پرونده اول خود که به هفت سال و شش ماه حبس محکوم شده بود را میگذرند جمهوری اسلامی حد اکثر فشار را بر این زندانی سیاسی تحمیل کرده است فعالیت نیروهای مداخلهگر در دانشگاه مشهد هشدار درباره افزایش فشارها بر دانشجویان دانشگاه مشهد اقدام به ایجاد گروههای امر به معروف کرده و از مهمترین نقشهای اعضای این گروه را مداخلهگری گری عنوان کرده است در شیوه نامه این گروه با نام یاوران معروف که در خبرنامه امیرکبیر منتشر شده آمده است که اعضای این گروه پس از گذراندن دوره های آموزشی می توانند نقش های نظر یادآور تحصیلگر و مداخلگر را ایفا کنند در شیوه نامه این گروه همچنین گفته شده است هر گونه فعل قول یا ترک فعل قولی که در اسلام و با قوانین مورد امر قرار گرفته یا من شده باشد ملاک عمل است در این شیوه نامه همچنین آمده است که اماکنی در دانشگاه که در معرض دید عموم است مانند کلاس ها و کتابخانه و غذاخوری مشمول حریم خصوصی نیست برخی از فعالان دانشجویی و دانشگاهی درباره شکل گیری این گروه در دانشگاه مشهد و ایجاد گروه های مشابه در سایر دانشگاه های که موجب تشدید فشارها بر دانشجویان می شود هشدار دادند جلال حاجوی ایرانی ساکن ویرجینیا به اتهام دور زدن تحریم ها به دو سال زندان محکوم شد دادگستری آمریکا در بیانیه اعلام کرد که جلال حاجوی 60 ساله به اتهام دور زدن تحریم های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی و انتقال غیرقانونی تجهیزات سنگین به ایران از طریق صادرات مجدد از طریق امارات متحده عربی به 24 ماه زندان محکوم شده است او سه سال را هم تحت نظارت و آزادی مشروط خواهد بود در این بیانیه آمده است که کالاهای ممنوع را از طریق صادرات و صادرات مجدد از طریق امارات متحده عربی به ایران فرستاده است این بیانیه میگوید حاجوی موجب شد یک شرکت کشتیرانی به دولت ایالات متحده اطلاعات نادرست ارائه دهد این بیانیه میگوید ارسال اقلام به ایران صرف نظر از اینکه مستقیم یا از طرف کشور سالس انجام شود خلاف قانون است همانطور که در این حکم نشان داده شد هنگامی که صادر کننده ها سوابق صادرات را برای حمایت از طرحهای خرید غیرقانونی ایران جلب می کنند گرفتار می شوند و به زندان می روند در مردن هم به حساب نمی آیند واکنش رسول خادم به کشته شدن کودکان بلوچ در حمله موشکی پاکستان رسول خادم قهرمان کشتی ایران و جهان در واکنش به کشته شدن چند کودک بلوچ در حمله موشکی پاکستان و سروان با انتشار عکسی از کودکان کپرنشین در حاشیه زاهدان نوشت کودکان بیشناسنامه بلوچ در زنده بودن که هیچ در مردن هم به حساب نمی آیند جمهوری اسلامی قربانیان حمله موشکی پاکستان به سربان در سیستان و بلوچستان را تعدادی از اتباع بیگانه معرفی کرده است اما فعالان بلوچ معتقدند که این افراد بلوچای ایرانی بدون شناسنامه هستند که جمهوری اسلامی در تمام این سالها از هویت دادن به آنها خودداری کرده است رسول خادم در سالهای اخیر حضور پررنگی در مناطق محروم سیستان و بلوچستان داشته و برای تهیه سرپناه و یا وسایل زندگی به مردم این مناطق کمک کرده است. با سپاس از شما که بیننده این بخش خبری بودید گزارش های خودتون را می توانید از طریق تلگرام با ایدیت کانال وان برای ما ارسال کنید همچنین از طریق پلتفرم های اجتماعی در اینستاگرام و یوتیوب چنل وان تیوی همزمان می توانید برنامه های ما را مشاهده کنید تا بخش بعدی بدرود